اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا و نبینا بالقاسم المصطفى و محمد و علی اهل بیت طیبین الطاهرین خدا قلوب همه ما رو نورانی کنه به نور محبت و ولایت اهل بیت الله که تو این جلسات هرچه به خوبان و اولیا اش نصیب میکنه از نعمات معنوی به همه ما هم نهایت بفهمن. این مطالبی که حالا تو این سال ها ما گفتیم یا اینجا امشب یا شبای گذشته توی ماه موارد. اساسش اینه که ما دنبالیم یه آینه بدیم دست دوستامون توش خودشون رو تماشا کنن ما اینا رو میگیم واسه اینکه خودمون خودمون رو اصلاح کنیم یه چماق نمیدیم دست بچه ها را بیفتن حالا حالا اینو بگیر حالا اونو بگیر برای این نیست ممکنه یه جا خود من قفلت کرده باشم و ما که جز معصومی نیستیم قطعا یه جا مثلا چه میدونیم پیازداغ کار زیاد شده باشه مثلا شما احساس کنید که مثلا داریم حال کسی رو می‌گیریم، روی کسی رو می‌خواهیم کم کنیم، ولی واقعیتش اینه که من هر وقت دو، دو تا، چهار تا می‌کنم، کسی رو پیدا نمی‌کنم که ازش متنفر باشم، به هیچ بچ. از اعمال آدم‌ها یه سری بیزارم ما از آدم کشی، قد، تکبل، لجاجت، حسادت، نه از, از اولش هم همینجوری بود یعنی از اولش که میگم از یه جایی اون داره تصویر میگیره اون آخریه باید بذاری اونور اینجا هی رد میشن حواس آره بذار اون گوشه پیش حاج جسم بذار اونور بذار آره اینجا هی رد میشن هم حواس من پرت میشه چون حواس من حواسم به این دوربینا هست بعد هم حواسمونه که داره میبینه پرت میشه از اولش یعنی از کی نه زودتر از اینا خیلی زودتر من یه وقتی رفتم تو اشایر بیست و دو سه سالم بود شاید شاید کمتر بعد خیلی تحت تاثیر دکتر چمران بودم و هنوزم هستم و آقا موسا رو اینا یه شعری داره جناب شهریار فکر کنم اون حال اون خیلی توصیف حال ما شد از مجالست با خاطرات اینها من که در زمان حیاتشون نبودم ارتباطی نداشتم میگه اتفاقا برای امشبه میگه میزند پس لب او کاسه شیر میکند چشم اشارت به اسیر چه اسیری که همان قاتل اوست تو خدایی مگر ای دشمن دوست این کلمه دشمن دوست من خیلی دوستش دارم و فکر می کنم که هر چی تو سیره این آدم حسابیا بگردید چیزی که پیدا می کنید اینه اینو پیدا می کنید. اینکه اینا با کسی مسئله شخصی ندارن به هیچ وجه نه آقا مسئله اینه که یکی خورده زمین میخوایم کمکش کنیم دستشو بگیر اینکه زندانبان امام کازم حضرت بد میدیم که نوه منصور دوانقیه حضرت دو میبره تو خونش نامه مینویسه به خلیفه میگه من عمرن اینو تو سیاهچال نگه نمیدارم میگه من رفتم خودم فالگوش وایستادم جاسوسام هم خبر آوردن. این تو نماز شباش هم منو دعا میکنه هم تو رو دعا دعای خیر من نمیتونم اینو تو زندان نگه دارم مهمون منه تا قیامت بمونه پیش من مهمون منه ز... میخوای زندانش کنی یکی رو بفرست بدین و ببره از اینجا من تو زندان نگرش نمیدارم میدونم امام کازم خلیفه وقت تو دعای خیر میکنه بله من فکر میکنم ما تو این سا بچه دیگه مشتوا ول کن دیگه سر به سر کسی نزاریم هر جور دوست دارید بشین. باشه 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 هوا کسی پرد نشه اول جلسه آخرش یکی فرق نمیکنه حرفان برای مهمه یه دونه کلمش هم نمیخوام از دست بره یه چیزی یاد بگیرید هر کجا رفتین جلسه یه جوری بشینین که مزاحم رفت آمد بقیه نشه دیگه ولش کن دیگه هر جون دیگه راحت باشین تک, تک کلمه کلمات برام مهمه دارم با شما صحبت میکنم آره ما اینجا نه مثلا میدونی بعضی که که اومده حرفشو بزنه بره نه من اومدم حرفم بزنم وایستم هم. خب با همدیگه داریم صحبت میکنیم می میخوایم حرف مهمه ببین امام کاظم داری داری خیر میکنه من این س... حالا این این چیزی که از کودکی اون وقتی که تونستم مثلا یه چیزایی رو بخونم بفهمم خیلی هم تحت تاثیر آدمایی بودم که میگم مثل, می مثل دکتر چمران چمران امریکا رو ول میکنه توی شرکتی وابسته به ناسا کار میکنه میشه میاد میره مصر زمان جمال عبد الناصر آموزش چریکی میبینه بعد وای میشه میره برای جنگ با اسرائیل بعد اون داستان شکست پیش میاد و این حرفها خیانت میشه بهشون آقا کشفش میکنه میره میاردش بسنده ایچ کام کنیم دنبال چی؟ میاد میبرد تو حزب عمل عمل با الف یعنی آرزو اصلا مسیر زندگی چمران شاید عوض میشه با دیدن موساست اصلا با اون جهانبینی موساست خوام بگم خب ما هم همینجوری اینا رو دنبال میکردیم میخوندیم بعد میدیدیم خیلی نفرت هست تو دنیای ما اسمش هم میذاریم دین میگه براعت باش من قبول دارم براعت شما میگید فروع دینه من میگم اصول دینه میگه جزء فروع دینه براعت دیگه میگید تبرلا تولا تبرلا از نظر من جزء اصول دینه اصول دین که گفته پنج تاست خیلی بیشتر از این حرف منتها معناش چیه؟ معناش اینه که من از یه آدم متنفر باشم نه اگه معناش اینجوری برات معنا کردن فکر میکنم کم لطفی کردن در حق خودشون در حق خودتون چون بالاخره آدم میدونی یه وقت مستاق چیزایی میشه که خودش شعار میده میدونیم بعد شما میری تو دعای ابو حمزه میبینی امام سجاد میگه خدایا ببین دای ابو حمزه را همه میتونن بخونن دیگه میگه خدای من برم جهنم دشمنات خوشحال میشن برم بهش پیغمبرت خوشحال میشه به خودت قسم تو دوست داری پیغمبرت خوشحال بشه یعنی خدا و پیامبر از جهنم رفتن کسی خوشحال نمیشن من چجوری باید خوشحال بشم میگه شیپور جنگ میزد ما بچه بودیم دیگه حالا یه سریتون نبودید اون موقع یه سریتون هم بودید قبلشم هم اکثرتون فکر کنم زمان جنگ مثلا نبودیم بله شیپور میزد دین درین, 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 درین این تعداد از سربازان لشکر نمیدونم چی چیه صدام به درک واصل شد ما هم همه هورا خوشحال میشدیم نه. اولا اگه واقعا معتقدی به درک واصل شده چرا خوشحالی خوشحالی نداره ما تو روایت داریم جناب نوح بعد از قصه طوفان میگه شیطون میومد سر به سرش ولی اینا چیزها اینا بیان اسطوره‌ای یک سری حقایق ها حقایقش رو شما بگیرید میومد اذیتش میکرد هی بهش میگفت ما به شما ارادت داریم ما به شما بده کاریم وقت کاری بود ما در خدمتیم اینا بنده خدا میریخت به هم که آخه شیطون چه چه, چه خیری ما داشتیم واسه شیطون خلاصی بار بهش گفت چیه قصه گفت ما من کلی زحمت میکشیدم یه دونه یه دونه اینا رو بفرستم جهنم تازه تا لحظه آخرم میتونست برگرده همه شهید دو دل بودم الحمدلله یه دعا کردی همشونو با هم فرستادی جهنم دیگه کار ما رو آسون کردی فقط رو کار میکنم که دور خویتر. میگه انقدر گریه کرد از پشیمونی از اینکه چرا من مثلا میدونید که نفرین من مکانیزمش رو شاید صد بار رو منبر گفتم hey, هیام با بگم نمیدونم چرا hey, باید بگیم یه چیزایی نفرینی نیستش که بلا رو من میارم سر امتم نه نتیجه طبیعی اعمالشون یه بلایی بود که اگه تا الانم نمیومد من نذاشتم بیاد چون ببین ما هر عملی انجام بدیم با نتیجهش روبرو میشیم در دنیا مگر چیزی مانع بشود چه چیزهایی مانع میشود؟ مثلا پدر مادر محبت پدر مادر مادر عاشق بچهشه بچه به مادر بی میکنه می بهش میگن آق والدین این باید بلا سرش بیاد این یعنی باید عمرش کوتاه بشه باید جوان مرگ بشه اما چون مادر دوستش داره اگه بمیره مادره میریزه به هم دیگه نقض محبت مادره نمیذاره بلا سرش بیاد عجل معلق سرش نمیاد یعنی با نتیجه عملش روبرو نمیشه حالا جدیدی بهش میگن کارما با نتیجه عملش روبرو نمیشه کی مانه شد صد شد مادرش یه وقت بچت باعث میشه بلا سرت نیاد حتی روایت داره میگه حیوانات خونگی میگه به خاطر میگه کاری کردن باید خوشسالی بشه ها نتیجه طبیعی اعمالشونه. میگه به خاطر حیوانایی که تو خونشون که تشنگی نمیرن ما بارون با بهشون نازل میکنیم یه وقت به پیامبراست مثل سوره و بخونید میگه با به نوح گفتیم سری برو سراغ قومت قبل از اینکه عذاب بر اونها نازل بشه یعنی برو نذار عذاب نازل بشه یعنی پیامبر میاد مانع میشه که مردم با نتیجه عملشون رو به بشن قوم نوح کاری کردن که اون سیل بالای کوه بود نوح صد شده بود که این سیله نیاد روشون که فرصت پیدا کنن توبه کنن توبه که بکنن انگار اون آب تبخیر میشه دیگه سیلی نیست بیاد اینا توبه که نکردن هی ادامه دادن آب پشت صد زیاد شد آخر سرم خسته شد جناب نوح البته تو روایات ما میگه بعد 900 سال حالا این 900 سال اصلا بحث عددش نیست میخواد بگه مدت زمان طولانی من خاک کف پای حضرت نو هم نیستم چون من سی ثانی هم تحمل نمی کردم امتو این یعنی همون سانی اول میگفتم خودتون عمل تو خدا شما گور باباتون برید هر خود بکنی بکنید بکنید تموم میشد برای همین من پیغمبر نشدم خب میگم حضرت نو کم نگیر خیلی تحمل کرد ولی یه جا دیگه کم آورد دیگه گفت خودتون و عملتون اومد کنار مردم با نتیجه اعمالشون تنها گذاشت مردمم نگفتن خدا یونس هم جناب یونس سلام الله علیه سلام الله علیه اونم هم همین کارو کرد جناب یونس هم عصبانی شد کشید کنار و زنون از ذهب مغازه با با غضب اومد کنار گفت خودتون عملتون اما مردم سری متنبه شدن گفتن الان بلا میاد میگه یه عالمی توشون بود جمعشون که گفت میدونید پیامبره رفت عذاب میاد پشیمون شدن گفتن خب چیکار کنیم گفت باشه پیغمبر رفت خداش که هست دست به دامن خدا میشیم دست به دامن خدا شدن بلا برشون نازل نشد پس بلا رو پیامبر نازل نمیکنه نتیجه طبیعی عمله که نیومده بود این صد بود صده میره کنار اینا با نتیجه عملشون چی میشن روبرو میشن ولی قصه اینه که پیامبر ما فرمود من برای نفرین کردن مبوس نشدم تو احد دندون شکسته بود داشت خون می اومد یکی از اصحاب دید گفت نفرین کن یا رسول الله از این دو آقا. حضرت گفت که خدا قوم منو اه اه الله مهد قومی فن هم لا علم خدا اینا رو هدایت کنه نمیفهم گفت یعنی چی آقا چی داری دعا میکنی بعد حالا نها کن جلو پیامبرم با قرآن وای میستدن استدلال میکردن گفت مگه حضرت نوح تو قرآن نمیگه والا تزر علال ارز من الکافرین نه رو پس شما دعا نمیکنی مثل نوح حضرت فهمود من برای نفرین کردم مبوس نشدم یعنی اگه نوح مشکل حل میکرد که خب چرا من بیام من اومدم بگم بعد 900 سالم کم نیار و بلا اینه مکانیزم بلا اینه نتیجه طبیعی عمل اون پیامبر صد میره کنار میگه خودتون و عملتون پیامبری یه لیوان آبم روش نمیریزه تازه کم من هم همن البلای او انقدر گناه کردیم که اگه تو قرآن میگه اگه قرار بود با نتایج عملتون روبرو بشید جنبنده در روی زمین زنده نمیموند این کارهایی که ما میکنیم چون ما فکر میکنیم ما کاری نکردیم میگه حاج ما داره ما آدم خوبی هستیم و نه دیوار کسی میریم بالا نه دیوار کلا ما کارای میکنیم پدر جد در دیوار بالا رفتن حرفا چی میزنیم دیوار چیه شرف یارو میبریم به اسم تنز ما میخوایم شوخی کنیم با رفیقامون لهشون میکنیم بیشخصیتشون شخصیتشون میکنیم نابودشون میکنیم نمیذارم با همه نتایج اعمالت رو به بشی که میخوام دوست دارم حالا پیامبر ما میگه من نمیخوام بلا بر کسی نازل بشه چون از جهنم رفتن اینا خوشحال نمیشم جناب نوح هم پشیمون شد انقدر گریه میکرد گفتن این نوحه نمیکنه این خود اشکه نوح یعنی اشک نوحه گریه کردن گفتن این گریه نمیکنه این خود اشک چرا پشیمون بود که چرا این کارو کردم اصلا واقعا خدا از جهنم رفتن کسی خوشحال نمیشه ولی ما خوشحال میشیم بعد من ناراحتم اسمشو میذاری دین بعد با مثلا اسمشو میذاری غیرت دینی با غیرت دینی برای جهنم رفتن دیگران دعا میکنیم نه آقا با غیرت دینی برای هدایت دینی. اونی که دندون پیامبر شکون پیامبر فرمود الله مهد قومی خدا هدایتش کن نمیفهمه. دیگه از اینکه بالاتر نداریم که اللهم مهد ما من بار گفته بودم خانم زینب دعا میکرد بعد اینا گفتن چی میگه از کجا میگی این گفتم والا خانم فاطمه زهرا اون شب که تا صبح دعا میکرد در زمان خلیفه اول شب تا صبح داشت دعا میکرد نماز صبح شد آقای ما مشتبه عرض کرد گفت ما در این اصلا ما خودمون رو دعا نمیکنیم همه چیزی همسایه ها اینا خانم فمود حسنم مادرم الجار ثمت دار اول خودت ثمت دار یعنی بعدا خودمون این بعدنه هیچ وقت نیمد اول همسایه ها بعدا خودمون خب اون همسایه ها کی بودن؟ بعد خانم زینب نزدیکترین وجود به خانم حضرت زهرا سلام الله علیه معلومه داره همسایه‌هاش دعا میکنه خب کی هن؟ کیان پروندهشون سنگینتر از همسایه های خونه مادرش نیست خب داره دعا میکنه دیگه چون اینا کلا از جهنم رفتن کسی خوشحال نمیشن تا لحظه آخ بابا حضرت امیر رفته بالا سر جنازه تله بابا جنگ جمل رو را انداخته تله جز ارکان جنگ بود چند هزار کشته گذاشت دست حضرت علی داغون کرد جامعه رو میدونی چقدر آدم حسابی کشته شدن تو اون جنگ و چقدر کینه درست شد چقدر اداوت درست شد از دو طرف حضرت رسید بالا سر جنازه تله زد زیر گریه به پهنای صورت گریه میکرد فرمود به خدا قسم دوست نداشتم جنازه اهدی از قرش اینجوری زیر نور ستاره آسمان ببینم بیچاره مجروح شد رفت پشت جبهه فرار کرد رفت پشت توی خرابه اونجا از بین رفت حضرت رسید وقتی بالا سر جنازش وقتی تموم شد جنگ جمل جنازه دید دید تو خون اینجوری افتاده توی خرابه ای مرده انقدر گریه کرد امیر المومنین. از مرگ تله گریه کرد مشتبه با این صدار زیاد کردی بابا از مرگ تله زار زار گریه میکرد حضرت امیر خوشحال نیستیم شیپور جنگ بزنید پیروزی درین در. آقا پیروز شدیم حضرت اعضا گرفته بعد گفت تمام مجروح ها رو سرپایی درمان کنید بفرستید قبایلشون برای درمان مجروح های دشمن رو جنازه های دشمن و اوورد نماز خون دفن کرد همه رو نزاش رو خاک بمونه جنازه هاشون بهشون بی اعترامی بشه یه دادگاه هم درست نکرد کسی رو محاکمه بکنه مروان کسی که تو جمل بازداشت شده اسیر شده حضرت آزادش کرد مروان رو آزاد کرد بخشیدش اومد گفت منو ببخشید من اینجوری اعلام ندامت کرد حضرت بخشیدش همسر پیامبر که اونم یکی از ارکان این قصه بود سی تا زن و نقابدار کرد به حالت مرد که تو مسیر میرن کسی یه وقت تمه نکنه حمله کنه اینا رسوندش با احترام مدینه بعدم گفت حرمت شما برای ما عین حرمت شماست در زمان پیامبر همونجوری برای ما عزیزی شما برم پایین بشینن خب باش بچه یه مقدار بیاین جلوتر این ور جا هستی که بیا مشکلی نداریم بفرمایید یه مقدار همجوری نشسته بیاین جلوتر دیگه هرکی اومد بتونه بیاد داخل دستتونم درد نکن بیا اینجا پول جا اینجا در نفر 20 نفر جا میشه بیا بشین بفرمایید حالا اون یه تحقیق علامه عسکری داره راجع به زیارت عاشورا برید بخونید اونو غیر از اینکه لن یک مکانیزم لن یه مکانیزم برای درمان میگه دور شو از رحمت از رحمت خارج نمیشی چون رحمتی وسعت ساعت کلشه دور شدن از مرکز دلیل داره اینو شاید هزار بار من اینو گفتم شما حاجی بازاری هستی بچه تو میشونی جا خودت میبینی اعتبار معتبار حالیش نیست این آقازاده هستن که بابا پول دارن فقط تنها ویژگیشون بابا پول داریه اعتبار حالیش نیست قدیمی از این کارا زیاد میکردن چون آدم های خاصی بودن من تو این تجار قدیم یه خاطراتی از اینا شنیدم واقعا چیز بودن یعنی آدم متحیر میشه من دوستی دارم میگفت که اوستای ما دوستی هم که میگم خودش الان جز بازاری های مهم تهرونه گفت اوستای من یه یه ما پیشش کار کردم به من گفت که داداش تو هیفی اینجا وایس کار کنی مغازه بغلی و اجاره کرد داد به من خودش به من جنس داد گفت وایس تو باید اوستا باش تو به شاگردی برای تو کمه گفت اوستا خودم چون براشون چیز نبود رقیب نمیدیدن کسی رو گفتم پریشب اینجا ما رفتیم ادویه بخریم برای شام جمعی سحری گفت که بهش گفتیم ادویه کاری میخوام گفت کاری ندارم فقط مثلا چیز دارم زردچوبه دارم گفتیم زردچوبه ده گفت نه دیگه اون روبرویمون دو تاشو داره از اون برید دو تاشو بخرید بعد این حسین آقا که با هم میریم به من گفت هم این همین جوری هر چی میگی جنسا رو ناقص میاره میگه برو از اون بخبر از اون بخر, از اون بخر. مشتری ها رو چون خودش مشتری داره زیاد میده به این به کاسبای دیگه مشتری میفرسته واسه اونا حالشون اینجوری بود بعد میدید بچهش اعتبار سرش نمیشه بچه رو میداخت حجره بیرون میگفت خوش اومدی میداختش بیرون به کل بازار اعلام میکرد میگفت کسی به این رو اعتبار من چیزی نده ها هیچی به هیچ وجه چیزی بهش ندید لن دور شو از رحمت یعنی دیگه از امتیاز این رحمت تو نمیتونی استفاده کنی یه چیز کمی گیرت میاد بخور نمیز چرا بچه میرفت کف بازار میدید تا دیرو یه حواله میدادیم آقا فلانی میگفتیم اینقدر با ما مثلا جنس بیار مثلا دو تن فلان بیار می آورد خیلی از این کارمنده من دیدم از این سوتیا میدن مثلا اومده من میگه که آجی بیا با هم کار کنیم فلان میگم شما کجا کار من مسئول خرید شرکت فلانم آجی من یه زنگ بزنم اینقدر بار میاد میگم نداداش چون اون اعتبار شرکت ربطی به تو نداره کلا سرت نره بیا یه شرکت بیرون بدبخت میشی شما شخصی به اونا زنگ بزنی یک کیلو بار روی اعتبار شرکتتون بله زنگ میزنی دو تون بار وسط میفرسه سه تون بار میفرسه چکش هم بعدا میگیره اون اعتبار شرکت به تو چه ربطی داره تو چرا فکر کردی مال توه میگه من زنگ میزنم میگه خب کارمند اون شرکتی تو اعتبار اون خیلی هاشون دیدم میان بیرون برن کار کنم میبینه ای بابا اصلا این خبرا نیست بچه رو مینداخت بیرون از به همه میگفت چیزی ندید کف بازار یعنی به نون شبش محتاج میشه تازه میفهمید اعتبار یعنی چی قشنگ که شیرفم میشد برش میگردون حالا دیگه میفهمید یک قرون یعنی چه قبول میگه من دورت کردم که برت گردونم دورت نکردم که دورت کنم بدی که مکانیزم. برا برگشتن برا نجات نفرین و پس چه تاثیری داره وقتی که این گناهکارا دائما عذاب میشن خدا و پیامبرش هم موقع بلا ناراحت هم, در حین عذاب شدن میدونم ما الان به شما میگم اولا که ما نفرین نداریم دیگه اگه کسی هم نفرین کرده بعدا پشیمون شد آدم حسابی اگه بوده نفرین یعنی من برم کنار طرف و با نتیجه عملش تنها بذارم مثل اینکه بابای به بچهش میگه نشین پا بسات خسته میشه میگه اصلا به درک بشین پا بسات پشیمون میشه این بابا چون بچه رو با اعمالش داره تنها میذاره خدا میگه من که از شما خسته نمیشم تنهاتون بذارم نه تو دنیا تنهاتون نمیذارم هیچ جا تنهاتون نمیذارم حضرت امیر تو دعای کومه میگه هیهات انت اکرم من انت زیه من رب بیت مگه میشه تو رب کسی باشی وایسی زاهی شدنشو تماشا کنی تو بی خیال نمیشی که تو ولش نمی کنی که حتی لند دارم به شما میگم مکانیزمت زیر سایه منی تو برنامه منی شیطونم که ولش کردم تو برنامه خودم ولش کردم ول نیست که هر کاری میخواد بکنه هر کاری بکنه تو برنامه منه تش سمرش مال منه الان دیگه چی کام میکنن؟ الان مثلا شما گلخونه میخوای ارگانیک داره کنی زنبور میاره با سات، رها میکنه اونجا زنبور میره همه شطه ها رو میخوره زنبوره میره جونورا رو میخوره ولی به نفع تو داره کار میکنه نیش هم داره ممکنه نیشت هم بزنه میگه دو تا نیش هم به ما بزن طوری نیست تش داری واسه من کار میکنی محصول من درست در میاد پس ما نفرین نداریم یه وقت اگه از اهل به چیزی شنیدید ما بهش میگیم مقام انشا میگیم این مقام نفرین مقام انشاه انشا یعنی چی؟ یعنی من رفتم کنار شمایید و بلا یه بار مقام اخباره من دارم خبر میدم حضرت ابا عبدالله سلام الله علیه به عمر سعد گفت عمر سعد علی رو کشتین نسل منو مختور نسل کردید خدا مختور نسلت کنه نه که اگه نفرین بود همون لحظه بعد بچه عمر سعد بمیره داره بهش میگه هر کس در کشتن این جوان شریک باشه نتیجه طبیعیش اینه که مقتول نسل میشه یعنی نکنین کارو بله اگه نف... مقام انشا نبوده انشا اگه نفرین باشه در جا باید اتفاق بیفته یعنی اگه حضرت ابو عبدالله گو عمر صد منو مقتول نست کردی خدا مقتول نست کنه در جا باید بچهش میمیره اما این مقام اخباره داره خبر میده بهش میگه نتیجه این عمل اینه که مقتول نست میشی خب چرا داری بهش میگی؟ که نکن این کارو علی اکبر که داشت میرفت سمت میدان فریاد زد به عمر صد گفت قبل از اینکه بکشن بعد از اینم که بکشن دوباره گفت خب اول که گفتم این کارو نکن تو که نفهمیدی این کارو کردی حالا میگم خب توبه کن برگرد بگرنه بچه عمر اسد کی مرده سالها بعد مختار کشتش پس دارم خبر مقام اخباره خانم حضرت زهرا داره بهشون خبر میده میگه نتیجه این راهی که دارید میرید این اتفاقایی که میفته ها یعنی چی یعنی نرید این مسیر رو دیگه ما راجع به آیات عذاب هست در قرآن خیلی از بزرگان ما معتقدن اینا وعیده وعده نیست وعید یعنی چی یعنی پیشگویی نمیکنیم داریم پیشگیری میکنیم میگه ببین اگه این مسیر رو بری قیامت اونجوری میشی یا یعنی چی یعنی نرو دیگه یعنی نرو مادرت میاد میگه ببین ما ازت راضی نیستم یعنی چی یعنی به من راضی کن دیگه حالا راضی کردن مادرت چیه هیچ خلاف نکن این سیگار لامسته و دور نکش آقا اینا نکش این شروع همه بدبخت بیاست نکش اینا داره میگه پس مادرت بهت میگه ازت راضی نیستم منظورش نیست که برو بمیر دیگه میخواد بگه منو راضی کن عزیز من منو راضی کن راضی کردن من چیه دست بردار از این خلافایی که داری میکنی خب حالا عرضم چیه برگردیم تو بحثمون من میگم اهل بیت خدا این چیزی که تو ادعیه به ما رسیده چون معارف تو ادعیه میشه پیدا کرد اینه که از جهنم رفتن کسی خوشحال نمیشن طبیعی هم هست یه انسان خلق کرده بعد تو قرآن میگه ما کرم نه بنی آدم میگه ما اکرامش کردیم خب میدونم خدا خرج یه انسان چقدر کرده یه انسان چقدر میارزه میگه اگه یه انسان رو بکشی همه خلایق رو کشتی قیمت بذار برایش ببینم شما الان با عدد با عدد با دلار با یورو با پوند با بیت کوین با تتر با هر چی بلدی قیمت بذار روی آدم بحث دیه نیستا دیه یه چیز اجتماعی شما یه نفر میمیره یه مشکلات مالی پیدا میکنه باید مشکل مالی رو برطرف کرد البته ما آپدیتش هم نکردیم هنوزم با شطور و اسب و این چیزا دیه تعیین میکنیم منم شطور الان به چه دردی میخوره بعد شرکت ها بیمه بی میرن شطور وارد کشور میکنن ول میکنن تو بیابون قیمت رو بیارن پایین که قیمت دیگه نره بالا تنز یه تنز تلخ کسان خواهد اون موقع شطور بی ام اون موقع بوده بنز اون موقع بوده شما باید اقتصاد تو ببینی بر اساس این ببینی یه خانواده اگه پدرش دست بده چقدر مشکل اقتصادی پیدا میکنه چه لطمه ای میخوره چکار کنیم که فقط داغ براش بمونه لطم مالی نخوره دو تا مصیبت سرش نیاد یه مصیبت همون یه مصیبت خیلیه که پدر رو از دست دادن دیگه پدر رو از دست میدن سیستم زندگیشون نپاشه دختره دیگه نتونه دانشگاهش ادامه بده پسره نتونه درسشو بخونه زنه گرفتار بشه مجبور بشه هر کاری بکنه این بلاها سرش نیاد عددشو پیدا بکنی بشه دیگه دیگه هدفش اینه دیگه تازه برای همین گفته اگه داری خب ببخش نگیر واجب نیست گرفتنش دیه گرفتن واجب نیست آقا گیزت پامارو شیکون بعد گفت دیه گفت اون دیه یه دوباره میوه آورد خونه وازید ما مثلا مارو ببینه بابام بهش گفت یه بار دیگه میوردی راد نمیدم اونم حرف گوش بود دیگه نیومد چون نمیتونست بدون میوه خب تصادف شده رو من شکست حالا مثلا من واسه تو دیه چی رو بگیرم پام شکسته دیگه ولش کن دیگه ما داریم وازمون خوبه دیگه عمل کردیم تموم شد دیگه میدونی چی عرض میکنم میخوام بگم داستان دیه ربطی به این چیزی که من میگم نداره من میگم ارزش یک انسان چقدره نمیتونی با هیچی حسابش بکنی با هیچی نمیتونی حسابش بکنی بعد حالا این انسان تلف بشه این انسان بیفته تو جهنم این انسان گرفتار بشه حسین پایین صوت نداریم چیز نداریم باند نداریم یکی نیست بله دارم وصل میکنم نه به حسین بگو بگو میتونی یه باندی بذاری پایین پایین جا داریم همین انقدر حالا ببین کو اصلا خودش کو پیداش که خب سوری گم نشده که دیگه بچه اینجا جا هست اون جلو در وایستادیم یه راه بدین، بیانی بچه ها بشین یه راه خدا بدین اینا بیان بشینن آره ما هم مشکل اینجوری داریم دیگه حالا باید وسط بس بفرمایید اینجا جا هست بس شبید من قیافم شبیه داعشی هست به من نزدیک بشی چیزی منفجر نمیشه آره بفرمایید بفرمایید من دلم این سراب سپهری قیافم شبیه باید بغدادی اینجوری تناقض دیگه اینجوری هست. شکال نداره الان فردا اینو کلیب کن تناقضات آقا بفرمایید آره دیگه اشکال نداره خب ارزم چیه؟ میگم آقا این صحبت ها پس برای نیت چماغ درست کنیم تو سر بقیه این صحبت ها واسه آینه است بذاریم جلو خودمون ببینیم چی کاره ایم. پس خواهش میکنم نیت رو درست کنیم حواسمون باشه چطور هیف حیف این وقت و جلسه و به خدا من الان خجالت میشم وقت شما رو دارم میگیرم یعنی یه وقتی بخوام دو تا چهار تا میکنم میگم یعنی باید تا بیخ جهنم به خاطر این منبرا برم وقت ملت رو گرفتم وقتتون عزیز خودتون عزیز قیمت ندارید دونه دونتون با هیچ یعنی بشر نتونسته واحدی درست بکنه بتونه قیمت انسان رو اندازه گیری بکنه حالا حالا هم نمیتونه تو قیامت هم نمیتونه فقط میتونه بفهمه عالمانه که نمیفهمه عالمانه ها آل بوالی بشه تمام علوم زمان بگیره دست بعد بگه حالا فهمیدم که نمیفهمم نه مثل من هیچی دستش بگه من نمیفهمم خب این نفهمی از جهل نه آلمانه بفهمم که نمیفهمم اون فرق میکنه فقط به خاطر همین اینقدر ارزشمندی بعد حیف وقت تو تلف بکنی به اینکه حالا بری بگردی مثلا انگار که من مثلا قبلا قدیما تو خونه ها چیز زیاد بود کک بود کچ بود چی بود میترکوندنش میگرفتن شتش. شپش شپش بود تو خونه ها شپش بود میشستن جلو آفتاب یکی کاراشون تفریاتش این بود بشینن تو آفتاب تو موهاشون دنبال شپش بگردن خیلی هم پوستش سفته میدن تق میدنن میترکید حالا بشینم من شپش یکی دیگر رو ای بکنم شپشاش رو بیان بته این چه کاریه اصلا حیفه حیف وقته حیف تو عزیزی اونم عزیزه ها اونم عزیزه ولی حیفه که این عزیز رو مثل اینکه بریم توی باغی باغ سرسبز درختهای مختلف پر از میوه حالا میگم آقا یه موش اینجا فضله کرده آه آقا میدونم تو این باغ تو این فضله رو دیدی ولش کن بابا خب میگم پس دوم این از این حرفا یه چماق درست نکنیم که نشه حرف زد خب دیروز دیشب یعنی حاجاقای ابتهی ای گفت بعد من تو مسیر میرفتیم بهشون گفتم حاجاقا من یه چیز دیگه داره یه برداشت دیگه دارم از این براتون بگم ببین نظرتون چیه بعد حالا ایشون هم حالا خیلی یعنی چون مغز حرفی بود که ایشون زد شما نگاه کن آقا پیامبر آخرین سفر رو رفته حج حجت الودا بعد برگشتن هر کی رفته گفته برگردید هر کی مونده گفته وایسین بیان جلسه تشکیل داده شده روز قدیر برگشته گفته که آقا منو دوست دارید این آقا رو دوست داشته باشید میخواید راه منو برید راه این آقا رو برید حواستون به ایشون باشه اصلا توجه کنید به علی ببین شما فرض کن پیامبر اینو نمیگفت کیا میتونستن بعد پیامبر بگن ما مورد توجه پیامبر بودیم خیلیا ها. خیلیایی که حتی شمایی که خودتون رو مثلا شیعه میدونی الان شما میگیم مثلا ما مثلا دوازده امامی شیعه هفت امامی چهار امامی بعد اون اهل سنت مثلا شافعی همبلی منفی مالکی فلان فرقه های مختلف فلان. حالا تو همین هم کلی انشقاق داره شمایی که خودتون رو شیه میدونید و دوازده امامی اگه سلمان بگه من مورد توجه پیامبر بودم قبول نمی کنید عبازر بگه چی قبول میکنید دیگه مقداد بگه چی قبول میکنید امار بگه چی حتی زبیر بگه چی زبیر اون روز سیف الاسلام من نا اهل البیته امیر المومنین زبیر من نا اهل البیت بود یعنی اون لحظه با سلمان تنه میزنن به هم تو, ما... تو همه چی خب پیامبر که جامعهشو میشناسه قطعا میدونه بعد خودش جامعه چه مسیری رو میخواد بره خیلی روشن میدونه که جامعه کجا میخواد بره میاد دست میذاره رو امیر المومنین. ببین وقتی دست میذاره رو امیر سلمان، عبازر، مقداد، امار، زبید چه میدونم هر کیو که شما چیز میدونید بلال، فلان، هر, هر کی شما به عنوان شیعه میپسندید و هر بزرگی که اهل سنت میپسنده دیگه کسی نمیتونه بگه آقا من از طرف پیامبرم میگن آقا قدیر دیگه علیو گفت ولی جامعه یه مسیر دیگه میره میگه نه آقا ما یکی دیگر رو بکنیم خلیفه خب وقتی جامعه یه کسی رو خلیفه معرفی میکنه تنها کسی که میتونه دعوا درست بکنه کیه نماینده پیامبر اونی که بگه من از طرف پیامبرم نماینده پیامبر کیه امیرالمومنین تنها کاری که نمیکنه چیه دعوا یعنی پیامبر در از دست آدم خوبا رو خالی کرد گفت فقط علی میدونستم جامعه یه جا دیگه میره گفت خب اگه جامعه این وری رفت یه وقت زوبر شمشیر بر بگه من بگه از طرف پیامبر من من این همه پیامبر نزدیک بودم من سیف الاسلامم سلمان بلند نشه بگه آقا من من نه اهل بیتم چی دارید میگید من سنم من همه شما بیشتره اگه به سن و سال من همه تو سنم بیشتر مقداد بلند نشه بگه من هیچی همه رو خل کرد گفت علی و پیامبر میدونست علی دعوا درست نمیکنه به هیچ وجه همه کاری کردن همه حتی همین آدم خوبا میدونید ما روایت داریم حضرت همشون رو جمع کرد سلمان ابازر مقداد امار زبیر همه رو جمع کرد گفت ببینید قدیر که پیامبر گفت من وقتی همه رفتن در گوشم گفت علی جان مردم اگه اومدن تو نیومدن کاری نشته باشی یا حضرت فرمود به اسم من نمیرید دعوا درست کنید و حواستون باشه مردم اگه منو خواستم من در خدمتم نخواستن نخواستن دعوا نداریم تمام که دعوا نباید بشه آره دیگه برای حفظ دموکراسی اونی که مانعش بوده رو جلوشو گرفته داده به کسی که میدونسته دعوا درست نمیکنه روبرو مردم وای نمیسته حضرت امیر هیچ وقت روبرو رو مردم وای نستاد خب منو نمیخواید کیو میخواید فلانی باشه فلانی باشه من مشاورتون باشم میخواید مشاوره باشم باهم. هر وقت میخواستن ازش مشاوره میگرفتن وقتی هم نمیخواستن میرفت مشغول خدمت میشد به جامعه یه قناتی بکنیم یه چه میدونم نخلستانی درست بکنیم دست فقیر گاری اینجوری بکنیم کی گفته؟ دروغ گفته هر کی بهت گفته؟ هر کی بهت گفته دروغ گفته بهت آره یک... یک توی نهج البلاغه شما نگاه کن یک جایی هست از تعمیر تعریف میکنه که داستان ما با پیامبر چی بود میگه ما جوانانی بودیم حول پیامبر حملو بصائره و اسیافهم میگه ما شمشیرمون پشتش بسیرت بود یعنی تیغ جراحی بود یعنی ما فقط قد سرطانی در میوردیم آدم کشی نمی کردیم. من هیچ جا ندیدم بگن حضرت انقا آدم کشت جنگ؟ تو جنگم هم همچی چیزی من ندیدم سر سر، سر چیز حضرت تیر میزد تو نماز یه همچی چیزی نداریم فکر کنم اشتباه مطالب و اشتباه شدید یا توجه نکردید اینجوری نیست اون میگه تیر خورده بود تو پاش انقدر دردناک بود نمیتونستن در آران از پاش داشت نماز میخون طبیب از پاش کشید متوجه نشد اون خیلی چیز ساده یه اون چیز عجیب غریبی نیست پرید دیشب پریشم پر اینجا توضیح دادم گفتم اونایی که زل, زل چیز دیدن یوسف و دیدن زنها انقدر حواسشون پرد شد دستاشونو بریدن شما یه آدم خوشگل میبینی انقدر حواست پرد میشه که دستتو میبری نمیفهمی علی تو نماز داره خدا رو میبینه این چیز عجیبی نیستش که بعد یه دمیان می میگن ها پا چجوری اونجا صدا فقیر رو شنید چون توجه به خلق خدا توجه به خداست تو نماز از خودش قافل میشد از خدا که قافل نمیشد نمی که ما نمیفهمیم که توجه به خلق خدا توجه به خداست برای همین خلق خدا رو معطل میکنیم وایسیم نماز بخونیم معلومه که نمازمون هیچی توش نیست یعنی خدا حداقل توش نیست که اگه خدا توش بود خلق خدا رو معطل نمیکردیم برای همین ما تو داریم تو مسیر نمیتونی نماز بخونی تو جاده میگه راهو نمیتونی ببندی حتی نماز واجبا میگه راه مردم نبند چون خلق خدا رو معطل میکنی حالا خیابونا رو میبندیم ما به اسم عزاداری با فرهنگ اهل بیت سازگاری نداره فرهنگ ماست گوش کنید بچه ها شما هم یه سوال داشتین من حواسم نشد چیزی میخواستیم بپرسین یا حل شد خب هر شد ولش کن دیگه برای خودت هر شد شد شکر یه ذره صبوری کنین شاید خیلی چیزا حل بشه آقا حرف گوش کنین امیر المومنین دعوا درست نمیکنه میفرماد من هریستر از خودم به اتحاد بین مسلمین کسی رو ندیدم یعنی اصلا دع... چرا چون قرآن گفته دعوا کنید تذهب ریحکم حکم شرفتون میره اعتبارتون از دست میدید بیچاره میشید همین بلایی که امروز سر ما مسلمان ها اومده این همه مسلمان با این همه ثروت هر بلایی بخوان سرمون میارم قشن انگاه تو تشک کشتیم طرف هم ما ولیم اون هم داره به ما فن میزنه ما دوستی داشتیم رفته بود یه مدت ورزش اینا بعد یه عکس به من نشون اینجوری کرده بود بازو خیلی چیزا گفت ببین بدنو ببین اینا همجوری جوگیر شد گفتم گفت من با گفتم بابا شلوغش نکن مثلا بدن سازی بریم کشتی گفت پاش کشتی بگیریم گفتم حالا کشتی رو ولش کن گفت نه ای کشتی بگیریم فلان کن نه. نگو کشتیگیر بوده منم نمیدونستم من کشتیگیر بوده اونم نمیدونست مثلا من جدا کار کردم بعد من همینجوری وایستم گفتم باشه کشتی بگیریم بعد دید من وایستاده هم گفت این چه نابلدیه یه همینجوری اومد به من من گرفتم یه دونه میگم مرتبش تو جدا مثلا یه دفعه دید یه رو حواس بعد منم خواستم فن خیلی بامزه به نظر بیاد خودم هم پریدم بالا با 90 کیلو زدم اینجوری گفت تلق من صدای شکستن این چیزش شنیدم و خندم گرفت چون من یه تصور دیگه کردم بعد این نه دیگه کشتی آزاد دیگه کشتی آزاد میشه توش فن بزنی بعد این این دید که من خندم گرفت حالا نگو کشتی گیره آقا منو بلند هم میکرد بارنداز میزد زنی فیتیل پیچ میگه منم قه قه میخواه من چون یه فکر دیگه کردم نگو این دنده شکستی بیچاره خودش هم نفهمیده بود داغ بود و حیف به ما فن زد 20 تا فن زد به من همجوری قح قح گفتم داشت بی خیال شدی که فردا صبحش من به زنگ زدم گفتم داشت گفت داشت من این دندم میشه گاز گفتم ای حلال کن من فکر دیگه ای کردم خندم گرفت اینا دنده بچه شکسته بود حالا چی میگن یکی میگه خود دنبال چی میگردی بلند کردی یا رو زدی زمین خب بله ما الان مسلمان ها اینجوری شدیم افتادیم کف توشک مثلا فکر کردیم این یه سوتی داده رئیس جمهور آمریکا از قهر با دیوار دست میده همین که با دیوار دست میده همه ما رو سر انگوش داره میچرخونه با دیوار دست میده غزه رو شخ زده بله میگن نمیدونم صدا چی چی ازش در اومد باشه همه که صدا چی چی ازش در اومد پدر هممون رو در آورده سرکاری به چی داری میخندی داره بهت فن میزنه فیتیل با بارانداز بله در نهایت انسانیت پیروز میشه بله میفهمم اینا رو ولی ما مگه مسیر انسانیت رو داریم میریم دعوا مسیر انسانیت نیست کجا بیاد؟ میدونم بیان کجا بیا رو منبر بشینن دیگه جا نداره جان نیست به خدا آقا یه جایی صندلی بذار حاضر شیخ بشینه محمد آقا شما که بیا نوبت شماست شما بیا اینجا بشین اینجا جا هست یه صندلی هم بذار برای صندلی هست احمد صندلی هست گفتم مشتبه گذاشت بله بفهمون میخوای اونجا صندلی بذاره یا میخوای جا تکیه بده ترس تکیه خب بچه حرف گوش کنید حالا این مقدمه من میخوام اصل حرف بگم آقا امیر المومنین دعوا درست نمیکنه به اسم امیر هر کی دعوا درست بکنه راه علیو نمیره به اسم امیرالمؤمنین هر کی دیگه بدتر از اتفاقاتی که برای حضرت افتاده نیستش که همه کاری کردن به هم بریزه نریخ همه کاری مثبت منفی ابو سفیان لشکر یه سری شمشیردار جوون با خودش برد در خونه از داریم. گفت که پیامبر ما بودیم فرمود شما پاشو بریم حقتو بگیریم ازت نبود نه آقا چیه مردم ما نمیخواد اومده بود میگفت بیا بریم حقتو تو بگیری مگه شما شما باید باشی دیگران دارن انتخاب میکنن حضرت فهمود که نه باشه موکر. من جلو مردم وای نمیستم جلو جامعه وای نمیستم چون دعوا میشه دعوا بشه هیچی نمیمونه تو دعوا آدم ها کر میشن کور میشن نمیبینن ما میخوام ببینن من نمیخوام کر بشه نشنوه دی تو داد میزنی طرف نمیشنوه میگه گوش کن من چی میگم آقا نمیشنوه تو چی میگی چر شده حالا تو داد بزن نمیشنوه دیگه نمیشنوه دعوا اینه کورم میشه روز روشن و شب میبینه شب تاریک و روز هر چی تو توضیح بده دو دو تا چهار تا میگه دو دو تا 10 تا اصلا دو دو تای من 20 تا چی میخوای بگی همینه که هست بعد من میگم نتیجهش اینه که یک سری آدما برن جهنم جهنم نه که یه جا آتیش بندازن توش بابا ول تو رو خدا این چیزا رو دبه غیر نیست بندازن توش ما همین الان فکر کجا کجاییم الان وسط بهشتیم حالمون چیه به هر کی میگه چطوری حالا ما هر با چطوری؟ میگه چطوری میگم عالی یکی بهم گفت آقا نگو اینو خیلی بعد با... چیزا بعد صدقه بده چیز کن نگو اینجوری نه میکنه گفتم بابا به عالی گفته مثلا میگه چطور میگم عالی حالت بد میشه به هر کی میگی چطوری بدبختی بیچاره بیچارگی داغون چه صافت گرفته همه چی دیگه بدتر از این مگه میشه اصلا هم... نه حالمون اینه من نمیگم اوضاع خوبه اصلا من الان شروع میکنم یه بر بیا داره حکومت فر بابا ول کنید دیگه همین قبلش گفتم دیگه گفتم ویل کنید دیگه این چیزا رو بذار کنار بعدا بیا با هم بریم هر چی دلت میخواد به هر کی خاصی فوش بدیم با هم. بیا دو تا کلمه معرفتی دارم بهت میگم چرا حالت بده چرا حالت بده بابا بد بدی دارم میکنه خب باش اصلا منو گرفتن دختر تو زندان خیلی کار زشتی کردید منو ولی چرا حال من بده حال اون باید بد باشه اون خلاف داره میکنه چرا حال من بده من که باش کنم امام کاظم انداختن تو زندان گفت به ما دنبال یه جا بودیم بشینیم به خدا تنها ابزار انقدر مزاحم چه جا خوب آقا دمتونم گرم الله واسه دنبال کار خودش اون باید حالش بد باشه که ما رو انداخته زندان چرا حال ما بده اون داره خلاف میکنه حالشون بده اتفاقا حال اونا بده شما اشتباه داری فکر میکنی اتفاقا اون که ظلم میکنه حالش بده آدم سالم که ظلم نمیکنه که یارو پر حسادت پر حقد پر کینه است پر نفرت که داره خلاف میکنه اون مریض اتفاقا اون داغونه یکی باید دست اونو بگیره اصلا دلت باید 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 با حال اون بسوزه ولی ما یه جوری شده چون دیده درست نداریم از عالم حال ما بده مثلا حال خوب نیست جهنم یعنی حال بد جهنم یعنی دل مردگی جهنم یعنی آتش حسادت جهنم یعنی آتش نفرت جهنم یعنی آتش کینه آتش لجاجت اصلا جهنم یعنی لجاجت بعد ما افتادیم رو دنده لجاجت الان توی شرایطی داریم زندگی میکنم بچه ها پایین داشتن بازی میکردن خب توی شرایط داریم زندگی میکنیم دیگه شوت میزنه های توپ بادم نداره توپه پایینم چهار تا پنکه داشت میچرخید من میگفتم توپ نندازید بالا بخوره به پنکه ها آقا اونجوری عشق داشتم پایین میشود بعد من همین پایین داشتم فکر میگم گفتم تو همین شرایط اینا دارن زندگی میکنن چقدر شنگولن ما چه مونه همین شرایط تو شرط ما دارن زندگی میکنن دیگه خب قبول کنیم آها اش... نه اشتباه اینه که ما فکر میکنیم بچه ها نیفهم اونا خوب میفهم متوجه میخوام هم. همین رو بگم میگم اتفاقا ما فکر میکنیم عاقل شدیم خب شاید عکسشه چرا برعکسشو رو فکر نمیکنیم چرا فکر نمیکنیم ما داریم اشتباه میکنیم اونا دارن درست فکر میکنن پیغمبر میگه من انقدر بچه ها رو دوست دارم کینه ندارن اصلا با هم دعوا میکنن کینه ندارن میسازن خراب میکنن چرا چون کینه حالا خودتو بد میکنه آقا من سم بخورم تو میمیری حسادت یعنی چی یعنی من سم بخورم که اون بمیره آقا من سم بخورم اون میمیره لجاجت یعنی چی یعنی من سم بخورم اون بمیره من سم بخورم اون میمیره جهنمی ناس. جهنم ایناست جهنم خوریه میگه نخور آقا نخور سم نخور امیر المومنی میگه ببین به در و دیوار بزنید من رو بر رو تو بایستم من رو بر رو اهدی وای نمیستم چون دعواهی چی توش نیست من کنار شما میگفتم ما مشاور نمیخوام میگفت من باشه من میدونم بالا کار دیگه میکنم مشاور نمیخوام میگفت اصلا بیا بیرون برو تو نمیدونم از شهر برو بیرون خلیفه سوم بهش گفت اصلا مدینه برو شما شما اینجایی مشکلات هستن میگن شما این مشکلاته حضرت شما تشخیص میدید ما رفتم مدینه رفتم بعد دوباره دو اوضاع خراب شد نامه آقا خب برگرد حضرت دوباره برگشت دوباره اوضاع خوب شد آقا میگه شما عامل خراب شما برو حضرت دوباره رفت دوباره بیا ما خوب آقا حضرت از شما چیکار تو چیکار میکنی بابا هر کاری شما بگی ما میکنیم ولی دارید رای دور چیز میکنی یا مشاوره دارم بهت میدم آقا شد که محاصرش کردن نامردی زدن کشتنش به نامردی محاصره کردن که تو خونه تشنه گذاشتن این نامردی هر کی میخواد باشه به نامردی زدن کشتنش حرف اینه امیر المومنی میگه من دعوا نمی کنم تو هیچ دعوایی هم شرکت نمی کنم ولی میشه بگید شما سوال دیگه سوال من دارم یه سوال مطرح کنم ما چرا به اسم حضرت علی اینقدر دعوا درست میکنیم این راه امیرالمومنی نیست برای اینکه علی شبیه ما بشه همه حقایق رو نمیگیم من پنجا بار این بالای منبره گفتم آقا امیرالمومنین ابن ملجم و قصاص نک حاج آقا کی گفته گفت یه ضربه زد یه ضربه زد بعد نهج البلاغه رو وا میکنم میگم ببین این وصیت حضرت امیره هی هم از این سیده میپرسم میگم نامه چند بود سه. میخونم میگم ببین آقا اینهاش حضرت امیر میگه ببخشیدش کی گفت بکشیدش تو نهج البلاغه است تازه نهج البلاغه هیچ ربطی به حضرت امیر نداره این جمع یک عالمی یه سری از کلمات امرامین جمع که شو گشته هیچ ربطی به حضرت امیر نداره سلیقشه خیلی چیزام توش هست ربطی به حضرت علی نداره یعنی اسنادش ضعیفه تازه من خودم خیلی خوشم نمیاد از این کتاب میگم آقا این یه جوری حضرت علی داری معرفی میکنی انگار تیتر زدی همشو به ما بگو موسوعه کلماتشو بیارید ببینیم علی کیه ولی همینو که هزار بار تبلیغ میکنید رو منبر همینو نمیخونید چرا جورج میگه من بارها و بارها اینو خوندم 300 بار 400 بار میگه خوندم میگه بعدم رفتم هرچی چی کتاب این نهی که به خودشون میگن شعر راجع به علی نوشته خوندم دم هیچ کی راجع به علی چیزی ننوشته مجبور شدم خودم بنویسم علی صوت العدالت الانسانیه مسیحی هم هست داره میگه آقا ببخشید بعد مدافع دفاع میکنه از ابن از ابن ملجم میگه کاری نبید. منو مگه من، منو به مرگ نزدیک نکرده خب مرگ که اصلا میادگاه ما بود ما که اصلا اصلا چیز عجیب و غریبی نیست من اصلا کراهتی هم مرگ ندارم مسئله ای نیست ما که بالاخره بعد میمردیم حالا یه ذره زودتر یه ذره چیزا اینجوری صحبت میکنه چه ابن ملجم برید بخونید ولی ما اینا رو هیچی نمیگیم ازش بعد من یادم بچه بودم بعد میگفتیم که آقا گاندی برگشت گفت که توی کت می که اون یک میدونی که متاسب ترورش کرد گفت قبل از این که مرمی گلوله از خانه توفنگت خارج بشه تو رو بخشیدم بعد من خودم به یه حاجه هایی گفتم حاجه ها گاندی بچه بودم گفتم حاجه ها گاندی قاتلش رو بخشید بعد حضرت علی گفت نه گاندی اشتباه کرد یه حق و ناس داریم یه حق یه ش... حق شخصی داریم یه حق اجتماعی گاندی حق خودش رو میتونست ببخشه اما اون رهبر جامعه رو به برد حق مردم رو نمیتونست ببخشه حضرت علی گفت من حق خودم رو میبخشم اما حق مردم چی رهبر جامعه رو کشتی من واقعا عقلم نرسید بهش بگم پس اون که امام حسن رو کشت چجوری بخشیدش حق مردم رو نبردون پس چرا امام حسن قاتلش رو فراری داد امام حسن رو بکشی اشکال نه امام حسین امام علی رو بکشی اشکال داره خب چرا میبافی داداش چرا فکر نمی کنی اشتباه کردی بگی ای راست میگی و من برم فکر کنم چرا به جای اینکه بری فکر کنی یه چیزی میبافی آقا هی فضل علی و خرج دعوا کنی علی خواسته دعوا نشه بدترین بلاها رو سرش آوردن که دعوا کنه دعوا نکرد حاضر نبود دعوا کنه ما از امیرالمومنین هر چی عکس حضرت علی میگه بیا شمشیر بغلشه یا شیرم میذارن اینور نشسته اینجوری طور خدا چرا شما عمر حضرت علی رو بیارید ببینید چقدر شمشیر دستش بوده چقدر بیل دستش بوده اصلا ببینید افکار علی میخوره به این تصویری که ازش درست میکنیم این چه تصویری درست میکنیم حضرت بعد آخه شمشیر اون چه ربطی به شمشیر ما داره میگه ام لو بصائرهم الا اسیاف چه ربطی به ما داره بله این لاتی میره چاغو رو میکنه تو شکم که یه دورم میچرخونه اون جراح ماهرم چاغور میکنه تو شکم یکی جفتشون دارن شکم رو پاره میکنن این درمان میکنه اون نابود میکنه چه ربطی داره شمشیر علی به شمشیر ما شمشیر اون درمان میکنه شمشیر ما فاجعه درست میکنه تو طول تاریخ ببینید چقدر ما کشتیم که پشیمونیم الان میگن بیچاره فلانی رو کشتن اون روز که کشتن که با استدلال کشتن اون روز که شیخ فضل رو دار زدن پادارش رقصیدن مسلمونا کلی هم حال که بعدا فهمیدن اشتباه کردن بعد همون سید بهبهانی که سکوت کرده بود چند وقت بعد همین دوباره کشتن جنازش افتاد کف سه روز تو خیابونا تهرون بود که سر نمیزد مثلا به افکار شیخ فضل‌الله کار ندارم و من کلا با اعدام مشکل دارم خو خب اعدام می‌کنی با میشی کف میزنی بعد پشیمون میشی نه اول انقلاب آقا اینقدر تریا که یارو گرفتن اعدام نمیدونم چی چی بود میگفتن قاچاقچی فلان اعدام همه مدت در شیشه گرمی اعدام می‌کردن بعدن گفتن حالا اینقدر گرم نه یه بیشتر میدونم اونایی که مال 20 گرم 30 گرم چقدر بوده اعدام بوده اول اعدام کردی اونا زنده میشن الان قانون عوض کردی ولی اونا زنده شدن بعد یه انسان این همه زحمت کشیدیم شده یه جوون مثلا 20 ساله 30 ساله به خاطر 20 گرم فلان بعد اصلا فکر کردی چرا رفت سراغ شیشه من میگم از واجبات اینه که فیلم متریک شیشانیم رو دیویس بار ببینید دیویس بار این فیلم رو ببینید دو هزار بار این فیلم رو ببینید بفهمید چرا یکی میره قاچاق میکنه این که تو کول رو میزنی این که تو شوتی رو میزنی این که تو قاچاق آقا فکر نمی چرا چرا یکی باید این کارو بکنه جونشو بذاره کف دستش تو ماشین نخوابه 17 18 ساعت از جنوب بار بزنه خطر پلیس خطر فلان خطر چی گاز بگیره بیا تو جاده تازه حالا یه سری دوست پیدا شدن شوتی ها از شوتی ها دوزی میکنن اونا دیگه چه جونه تو این جاده های خطرناک با این ماشین های آنچه چرا یه جوون جونش میذاره که برای چقدر 15 میلیون 18 میلیون فکر کردی باری چقدر میارم بیچرا مثلا 200 میلیارد گرفته سر 20 میلیون 30 میلیون 15 میلیون 40 میلیون عددا اینجوریه بشین تو ماشین 180 تا سرعت رو بیه تو این جاده یک تصادف میکنن تلف میشن پلیس میزنه چپ میکنن دوز بیه یک بساتی جونشون کف دستشونه که مثلا پارتی 15 تومن دستشون رو بگیره خب اعدام میکردید اینا رو یه موقعی معتاد اعتیاد جرم بود میبردن میزدن میریختن یک بساتی اینا رو آویزون میکردن میزدن فلان بعد یه عاقل پیدا شد نشسته که آقا اعتیاد یه بیماری ها این به ذهن نیست بیماریه تو مغزه تو خونم نیست خون اینم عوض بکنی صبح میره میکشه تازه بهتر انگا فیلتر کرده شو از اول دوباره شروع میکنه ذهنشو باید پاک کنی خب آقا یه عاقل نشست فکر کرد ولی من سوالم اینه که اونا که زدید اونا که آویزون کردید اونا که اعدام کردیم ما رفتیم پادار ما کف زدیم ما سود زدیم پادار ها اونا چی آدم نبودن ارزششون رو دقت نکردی چقدر میارزه یه جوون یه جوون 25 ساله رو تازه ببین میگه رفته نمیدونم از افغانستان نم چی چی آورده رفته ببین این چقدر بلده این چقدر به درد میخوره این اگه تو جاش ازش استفاده کنی چقدر با ارزه این آدم تنبل نیست بی ارزه نیست به درد نخور نیست آدم به درد بخوریه شغل اشتباهی داره برای چی ادامش اعدامش میکنی تو چرا میری کف میزنی پادارش پشیمون نیستیم الان به خدا پشیمونیم همونی که سود زده همونی که زیر پاشو زده همون که حکم داده هم پشیمونی بخواد چه کاری بود آخه این همه جوون خب من, من میگم خب حالا حالا از الان به بعدش ولی اگه به حضرت علی توجه کرده بودیم یه دونه این کارا رو نمی‌کردیم و انقدر انسان ارزشمنده حضرت امیر پیش اونایی که شما دعا میکنید ما دعا میکنیم واسه اینکه برن بیخ جهنم برا دستگیری ازشون همه کاری کرد انقدر ارزش داره آدم و حاضر نشد سر سوزنی باشون دعوا کنه به هیچ وجه روشون وایسه چوب بکنه لاچرخشون به هیچ وجه بزار ما دو بخشی در بایت من نمیتونم <ثم> باشیم صحبت کنم من اگه خانواده مذهبی بودم که توی سنی پیکنی رو من بغل کردم بعد رفته رفته با یه اینگیوی آشنا شدم به نام کنگلی شهست ساله اطلاعاتی دارشون بله دوازه سیزده سالی کلان رحایی دارم بله شد تو خانواده مذهبی اون زمانی که ما مصرف میکردم ما توی شبای مثلا همه یا مادی که نشه کنیم مثلا اونوچ پیدا کنیم میگفتیم اونجوری حالش یه خواسته بعد تو این فضا وقتی که دیگه با کنگل ها شدم اون جامعه به حد نصفه فهمیدم اولین مسئله این بود که فهمیدم که من مسیر رو اشتباه ما میگیم شما اول قبول کن که مثلا فواشی کردن قبول کن که تهمت زدن اشتباهه حالا وقتی قبولش کردین اتفاق اشتباهه میای به جبرانش من حتی مثلا تو این زمانی که داشتم درست سال نماز از آزارو دوزی سرقت اینا رو داشتم تا جایی که تونستم برگشتم جبران خسارت کرد. کردم آقای ایکس من ازت بلند کردم انقدر مثلا بردن حالا یکی بخشی یکی گفت اینم بده یکی گفت آقا قول دمت هم میگم تا جایی که تونستن نه همه شما تا جایی که بودن این کار انجام بده ولی با یه حجم سنگینی از خانواده مذهبی که یه اعتقادات و باورایی تو وجود من هست یا مثلا الان چندین سال شما رو دنبال میکنم وقتی شما هم دارم میگیرم ولی مثلا من توی اون بادی خودمون توی کنگرشت من میگم محبت بیکران کنی تو اول به خودت محبت کن بعد به خانواده بعد وقتی تونستی به همسایت خیشاوند چهر بعد میرسی به یه لیولی که مثلا دیگه محبت میکنی نمیبینی دینش چیه چه کاره هست اصلا برای چیه در فوش میده تو محبت خودت رو میکنی میگیم ببخش زمانی ببخش به اون چیزی ببخش که خودت باید ببخشی و نیاز داری اگه تو مثلا 50 هزار تو جیبت پول هست اون پنجا تومن رو دادی دیویست تومن دیگه دو کار دادم که کاری نکردی که و اون شخصا نیاز داره میگه اون نهازی که اون خالصانه دادی بدون توقع بدون اینکه بخوای مثلا توقع داشته باشی خدا به برگرد چون کار خودت رو انجام بده بعد میشینم الان بعضی وقتا یه حجمه هست نسبت من دیگه تو خانواده چندی سال من میگم با این مشکلات در صورت این اینجا که مثلا نگاه کن کافرون بود آقا شب 19 هم پریشم من اومدم از خونه بیرون من تهران میشینم میرم مثلا عرق سر میدنم پیدم بیرون خانم که پو پوجه بودم با من برم من هم برم،, برم مسجد و به من نمیچسته برم تو خیابون تو ماشین لایف میذارم نگاه میکنم بکنم. حالا ما نیم ساعت زودتر از خودشون اومدیم با کن چه سعادت رو نداشتیم عزت علی نزش تو بیدار بیمونی گناه ها بخشی دو یه حجمه یه این دیگه آقا این کافر. بعد من خودم یه بینشی دارم از اینکه میگم خدایا دو تا من پسر دارم میگم خدایا کاش میشد قرص باشه این یه سالی که من رفتم برای درمانم. کاش میشد قرص باشه اگه مسیرش اینه که بچه یه من مصرف کننده بشه بیاد با یه انتیو اینطوری آشنا بشه بیاد به این بینشی که من پای روزه ها هر سال روزه هر هفته روزه نمیدونم زیارت آشورا دعوت میکنن اگه این بینشه رو من نتونستم پای روزهایی که من رو میبردم بگیرم اینجا میتونه بگیره من حاضرم بچه ما بره هر زودتر به اون مسیره بره من رفتار رو میتونه میکنم بیاد تو انشالله بدون ه... یعنی با هزینه کم اینکه بله اینکه شما یه سقوطی کردی بعد برگشتی دم تم گرم دم اون بچه های کنگره بچه های ان ای حالا فرق نمیکنه همشون دارن کار درست انجام میدن خب دمشون هم گرم حرفتو میفهمم و میدونی حالا مشکلمون تو مذهب همینه دیگه اگه یه ذره فکر کنیم الان میگه بالاترین عبادت چیه یکی از بالاترین عبادت ها تفکر کنه همین شب قدی که بالاترین عبادت ها فکر کردنه من الان دارم همینو میگم میگم آقا یه ذره فکر کنیم ببینیم این حضرت امیری که براش اومدیم جمع شدیم واقعا ما داریم مسیرشون میریم یا داریم یه کار دیگه میکنیم حالا هم که میگه مثلا طرف مذهبی مثلا فکر میکنه که مثلا با, یه با مواد بریم توی اوجی بعد مثلا یه دوستی دارم اونم بهبودی آفته است خیلی سالت اونا, اونا این ای یه ذره گمنامی دارن شما فکر کنم گمنامی نداریم اونا گمنامی دارن و نمیتونه حالا اسمش نیتم بگم بعد میگفت ما رفتیم یکی یه چیزی گرفتیم با دوست اومدیم زدی میگفت یه رو بعد دیدیم که نگرفت گفت زنگ زن بهش گفتم مرد که چی بود دادی ما رو نگرفت گفت نگرف. دو روز بعد زنگ زدی چی میگی 48 ساعت من 48 ساعت برام یه رو گذشته بود گفت آره حلال خور بوده ولی میخوام بگم اصلا فهم با آخه چیزی که با مواد بیاد با مواد میره اون فهمه اینجوری بدد ما گفتم رفته بودیم سونا یکی یکی معروفم بود اونجا بود یا آقای اومد تو گفت آقا چه جو خوبیه فضا خوبه یه سینه به بخون سینه بزن طرف گفت جو چی خوبه بخار اینجا تب اونه که از تو میسوزونه سونا تب مصنوعیه عشق از تو شعله میکشه اگه بغل بخاری نشستی که تب نکردی که بغل بخاری نشستی رسیدنیه شدنیه چیزی نیست بخشنامه ای نیست من راجع به روزه این چند شب همش همینو گفتم گفتم ماه رمضان باید بشیم در ما باید ماه رمضان بشه من امشب یه حرف بیشتر نمیگم میگم امیر المومنین دعوا نبود به اسم امیر المومنین دعوا درست نکنیم چون دعوا وقتمون رو میگیره وقتمون رو گرفته شدیم یه مش مسلمون شدیم شدیم توده جامعه نیستیم توده ایم جمعیتیم ارتباطی با هم نداریم که میتونن بیان بینمون اختلاف بندازن یکی یکی جلو شما یه گله بیاده ببخشین خودم میگم خودم میگم توهین نشون کسی من 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 یه گله گوسفندم خودم آقا و گوسفندا رو جلو گوسفندا سر ببر همه باعث نگاه میکنن سر ببر ارتباطی با هم ندارن گله جامعه نباید اینجوری باشه که باید باید حساسیت نشون بده باید نباید بذاری این اتفاق براش بیفته ما از هم جدا شدیم همش رو به رو همین هیئت پایین حیات. هر دهاتی میری مسجد پایین مسجد بالا بابا جفتش مسجد زراره مسجد که نباید عامل اختلاف بشه مسجد محل وحدته حالا الان باز اینو میگم اینو آقا به خدا نمیگم برای دعوا آقای شهردار تهران به خدای مسجدی که میسازی درست نیست داری دعوا درست میکنی داری اختلاف درست میکنی توی پارک میخوای یه مسجد بسازی اشتباه میکنی اگه فکر میکنی داری کار دینی به خدا دوستت دارم دارم بهت میگم والا با دعوا ندارم دارید اشتباه میکنید مردم رو میذارید روبرو هم دیگه مسجد باید یه جا درست بشه که مردم جمع شن با هم یکی بشن یه مسجدی داری میسازی که هر کی از جلوش مخالف داره رچه فش بدن نکن عزیزم این دین نیست تو دین دعوا نیست دعوا وقتمون رو میگیره ذهنمون گوشمون رو کر میکنه چشمون رو کور میکنه زبونمون رو الکند میکنه نمیتونیم با من. از حرفمو نمیفهمیم با هم صحبت نمیکنیم حرف میزنیم و من اینجا دارم صحبت میکنم حرف میزنیم با هم بعد یه دفعه یکی یه چیزی میگه میگم آقا این اصلا من نگفتم میگه واقعا شما نگفتی ها پیش شنوایی داری یعنی اصلا حرف من نمیشنوی یعنی من اصلا حرفات رو نمیشنوم الان شما سوال میکنی فرض کن من فکر کنم تو اومدی جلسه منو خراب بکنی نمیذارم حرف بزنی دیگه اصلا حرفاتو نمیشتمم همه حرفاتو عکسش میشتمم شما تو جلسه ای نبودید با یکی دعوا داشتید حرف داشتیم یه دفعه وسط دعوا فهمیدید که نه اون آدم که شما فکر کردن نیست کلماتش معناش درجا عوض شده همون کلمه رو داشته میگفته معناش عوض شده درجا بهش میگم پیش شنوایی پیش آقا دعوا باعث میشه حرف همو نفهمیم آقا ما که مخالف مسجد نیستیم که ما خودمون تو مسجد بزرگ شدیم ولی مسجد نیومد که دعوا درست کنه شما داری مسجد میسازید دعوا درست میکنید بعد اونا آقای برگشتی میگه تیریست در چشم دشمنان. بابا تیر نزنید میگه تیریست در چشم دشمنان آقا ول کن اصلا مسجد ساختن تیراندازی نیست مسجد ساختن واسه کور کردن کسی نیست برا بیناییه برای روشن شدنه چرا میخوای کسی رو کور نه دشمنان رو کور بابا دشمنت بذار بینا بشه اصلا برا بیناییشون کار کن که بینا بشن دشمنی نکنن شما چرا هر کاری میکنید واسه کوبیدن یکیه همش مسجد میسازید به کوری چشم فلان میرید تو خیابون راهپیمایی به کوری چشم فلان نظری میدید افتاری میدید میگید به کوری چ... بابا چرا برا بینایی کاری نمیکنید چرا برا کوری کار میکنید حضرت علی برای کور شدن کدوم دشمنش کار کرده ا دشمن باید دوست ساخت میزند پس لب او کاسه شیر میکند چشم اشارت به اسیر چه اسیری که همان قاتل اوست تو خدایی مگر ای دشمن دوست بابا دمت گم شه کجا گفتی اینا رو چی جوری میفهمیدی دشمن دوستی خداییه تو خدایی مگر ای دشمن دوست میگه خدا دشمن دوسته تو چجور دشمن دوست شدی یعنی خدا دشمن دوسته مگه نیومدی خدایی بشی انی جالن فی العرز خلیفه مگه قرار نشد آینه اون بشیم اون دشمن دوسته به تمام دشمنه. هر هرچی دشمن داره تو زمین و زمان به برکت اون دارن روزی میخورن اون داره روزیشون رو میده نفس میکشن به برکت اون نفسشون رو نمیگیره ما چرا همش دنبال این چیزاییم دنبال دعواییم من میخوام وقت های ترکاشفند رو نگیرم میخواستم برید یه نگاه کنید وقت آشیخه برید یه نگاه کنید امشب حالا اگه سهر بعدش فردا آقا آقا اصلا من حالا چه میگید شب قدر میگید فرد. اما برا من که من که فکر میکنم همیشه شب قدر. اصلا ما توش عالم دنیا شب قدره گر قدر بدانیم مگه نمیگه خیر من الف شهر گورا میگه من جاب الحسنات فلواش رو اشرا ها ده برابر میدم یه جا میگه 700 برابر میدم یکی میگه 7000 برابر میدم مگه نمیگه گورا خب همش شب قدره صبح هم شب قدره زور هم شب بابا فیل یک زمان چیز نیستش که خب فردا صبح فردا زور دوشنبه شنبه شنبه دعا کمیل والا واسه شب جمعه نیست هر وقت شدی هر وقت از خودت خسته شدی میخوای هر وقت من میخوام خودمو آدم کنم آدم بشم دیدم نمیتونم زورم به خودم نمیرسه باید برم بگم خدا من از دست خودم اومدم به چکاعت کنم کلام تو نفسی و تجرعت به جهلی کمل یعنی این باید کمل بیاد این نیست که شب جمعه نه صبح شنبه زور یک شنبه مهم نیست کی کمیل میشی شب قدر اصلا ظهر فردا ماه شوال ماه زی قدر زیاد هر کی بشینین دعای با حمزه رو بخون ببین دشمن دوست یعنی چی میگه از جهنم رفتن احدی خوشحال نمیشم دشمنام خوشحال میشم بنده برن جهنم میدونی مفهومش چیه که من جهنم رفتن اونی هم که فکر میکنه دشمن من خوشحال نمیشم چرا اون منو دشمن خودش میدونه من که خودم و دشمن اون نمیدونم من خداشم عین اینا رو تو دای ابو حمزه میگه میگه خدای من حالیم نیست تو که حالیته من حواسم نیست تو به کسی فضل داری که تو رو قبول نداره ولی تو بهش فضل داری تو دعای ابو حمزه است من رو جهلم تو رو خدا نمیدونه اون که خداست اون که من رو بنده خودش میدونه میگه ببین تو فکر میکنی با من دشمنی ها ولی من با تو دشمن تو بنده منی من دوست ندارم پاد به جهنم نمیخوام حالت بد باشه نمیذارم حالت بد باشه حیات انت اکرم و منن زیه من رب باید. ای گذاشتم اونجا بمونی ای گذاشتم تو این حال از این حال درت میارم هر کی میخوای باش با هر پرونده ای میخوای باش من خودم ببخشید saludos